جاسوسی این بچه وجود نداره. اینقدر که چه برای این وجود نداشت یه خاطره میدم از یکی از ملاقات ها. میگو بابا یک شب اومدن من رو از خواب بیدار کردن، گفتن بریم بیرون. گفتن بیرون کجا؟ گفتن میخوام بریم شهر بگردیم. من سوار ماشین کردم، آوردن بردن توی یک رستورانی. رفتم توی رستوران، من این بر نشستم، این آقای مأمورم این بر قضا سفارش دادن. بعد این آقای مأمور کلتش رو در آورد و گذاشت رو میز، هل داد طرف من، گفت روح الله اگر میخوای خلاص بشی فرار کنی. جلنگتن کشید توش فشنگ بود بساش داشت و یه دونه بزن به من در اونگو اولش خندید. گفتم باز دوباره به من گفت روح الله پوتانه یا. گفتم من این کاره نیستم. سه باره چهار باره میگه به من اصرار کردم گویا که همون کسایی که این کار رو کرده بودن در همون جلسه ملاقات هم نشسته بودن، چون گهگاهی به اونها هم نگاه میکرد و بودند. ما ممنون بودیم از این که ازش زیاد سوال کنیم، اونم ممنون بود از این که به ما حرف بزنه، اما چون اون تکلیف خودش رو روشن کرده بود، اولین تماس تلفنی که دخترش نیاز با من وقت دستگیری و آوردنش گرفت، گفت بابایی اما ما اعدام میکنه. گفتم این حرفا چیه نیاز جان؟ گفت بابام خودش رو گفت اگه من دست اینا بیفتم اعدام میشه. بعدا من دیدم یه بزرگی آیت الله امجد گفته بود که من اگر یه مرد تو این کشور پیدا میکردم دست روح الله رو میگرفتم میآوردم میذاشتم تو دستش. این دستش این بچه اینقدر سلیم و نفسه، اینقدر بودگاره. خب امروز هم دارن برای من پرونده سازی میکنن، دارن از این و اون شهادت میگیرن برای این که احیانا من لایق این لباس روحانیت نیستم و مرا مثلا محاکمه کنن و خلع لباس کنن. من همینجا این لباس این امامه را تقدیم می کنم که دارن با پول ملت خواهش کنم دارن با پول ملت امکانات این ملت دارن از این و اون اقرار می کنم هزینه می کنم برای این که اینا رو بمشونن، بازار به دروغ کنن، بازار به اصرار کنن علیه من، ننکیم. و این که شما بخواید برای این که لباس هم من خودم لباسم رو نمیارم تقدیم میکنم به شما. البته نگران برای اون روحانیتی که 1400 سال برای این دین و اسلام زحمت کشید. البته احترام میذارم دست یک کار